Müsse Can efendim, Müsse Can selamet desin, selamet desin. Evet, selam usta, işleri. Şimdi de. Tamam şu. İyi ama git, tamam rafti gire. Sen sok yeri boşum. Şimdi beçe mi? Kanadı zaten. Beçe mi dönüyor mu diye şimdi dedim. Ciddi? İsmi şey. İsmi Cemal o sana yemek seçer. Değil mi? Çen nazı, doktor ve peser. İsmi Cemal dedi ki peser dedi. Raptidir, çen göre cinsiyeti dörü. Doktorlar ne mitunan Cemal başan, yine doktorlar Cemal'ı zibayı ne dörün? اسم خدا بیامرز با بزرگم گذاشتم خب چرا نباید مادر بزرگ جوان می بود؟ صد سال پیش کس نبود از حقوق زنان دفاع کنه الان چی؟ شما ببخشن اصلا چی میدونم دیگه اسمش چه باید دیگه برو دوربین رو بکنم خواهیم واسه پیج کافشات ویدیو بگیریم سلام به شما فالوورای عزیز به کافشات خوش اومدین آدم کم خرد رو میبینین تو قرن 21 بچه دار شده ذوقم میکنه رفته حقوق یه روزش شیرینی گرفته مفت و مجانی تقسیم کرده بین مردم البته تقصیر اون نیست تقصیر مسئولین مملکته که با طرحهای افزایش جمعیتشون امثال آیدین رو تشویق به کارهای دمودی مثل فرزندآوری میکنن چرا که جمعیت کشور جوون بشه چرا باید جوون بشه شما پیرمرد پیرزنا رو ببینید چقدر خوب و نازنینن اگر سن کشور بره بالا دیگه هیچ جوون خامی وجود نداره همه پختن حتی سری گرفتن استدلالشون هم اینه که وقتی سن کشور بره بالا دیگه همه مواجب بگیر و بازنشستن و نیروی کار وجود نداره خب نداشته باشه این همه کشور دیگه هست هرچی بخوایم میخریم دیگه اصلا وقتی کم باشیم بحث عرضه و تقاضا به وجود میاد اینجوری ما تو چشم سایر حیوانا یه گونه‌ای در حال انقراض اون ارزشمون میره بالا مثلا رو لباس تیم ملی فوتبال عکس یوز پلنگ ایرانی رو میذارن خب اگه ما هم در خطر انقراض باشیم به جای یوز پلنگ ایرانی عکس آیدین ایرانی رو میزنن یا یه کارشناسی میگفت اگر تک فرزندی رواج پیدا کنه تا چند سال دیگه عمو و خاله و عمودایی نداریم در نگاه اول یه جوری هست ولی به این فکر کنید با جناق نداریم شوهرم هم نداریم که مجبور باشیم جوکای لوسش رو تحمل کنیم اصلا همه تک فرزند میشن از سربازی معاف بعدش هم این همه نسبت فامیلی آدمو گیج میکنه خارجی‌ها خوبن یه دونه آنکل دارن عمو دایی هر چی مرد تو فک و فامیلی با آنکل صدا میکنه شما برو خارج بگو آنکل کلی قوم و خویش پیدا میکنی حس صمیمیتتون کشور خیلی بیشتره آماده بودین بریم استا بریم پف چه بویی میدی منظورم یه چه بوی شایانی میدی یعنی شایان ذکری که چه خوشبو رفتی امشب من که همیشه معطرم های دین همیشه که ها ولی امشب خیلی خوشبوتر رفتی استاد به خاطر اینکه از عطرهای شایان استفاده میکنم عطر شایان همون عطری که مال شایان راد هنرمند ارزشمند کشورم استاد یعنی از شایان هم درست میکنن پاک برداشت سیام بودی سوال چرت و پرت چی میپرسی خب استاد باید بدونم دیگه بیبیم از قدیم میگفت ندینی سن عیب نیست ولی مو باید بپرسم چی بپرسی یه تبلیغ ساده است خب استاد بدونم دیگه ما داریم تبلیغ میکنیم یعنی که رفت خرید زد مرد کی میخه جواب بده چرا باید بمیر من خودم تستش کردم همین چه گزیدی استاد آره بیا بکن اوف نه استاد حل بیا خوش حل مشتریم آقا بریم حل استاد بریم بفهمید سلام وقتتون بخیر. در خدمتم. شما اینجا فالم می‌گیرین؟ بله پری خانم همکارم انواع فال و تلسم مبلدن. چه مدل فالایی دارین؟ زیاد داریم اجازه بدین یه لحظه. فال ادبی داریم که از اشعار نیچه استفاده میشه. فال خوراکی و قهوه و نوشیدنی داریم. فال کف دست داریم، فال کف پا داریم. فال کف پا داریم؟ خیلی پیشرفته نیست. در حدی که بفهمیم سربازی میرین یا نه. اگه کف پاتون صاف باشه که معافیم وگرنه بعد بدین آش بخورین. شوخی کردم. نه اضافه. قابلی هم نداشت رمزتون؟ یک دو سه چار یک دو؟ سه چار پری خانوم طبقه بود خدمت شما سلام سلام چی شده چرا انقدر ناراحتی؟ پوپک خب رفت و بلم کرد نگران نباش برش میگردم ای نیچه ای آلمانی هر راز تو میدانی ای فردریش تو رو به لاخ سیبیلت قسم راهی نشون بده نیچه میفرماید رها کن چیزی که برای تو باشه بر میگرده ولی اون که بر نگشت قصه نخور پیش خوب کسی اومدی من و کائنات قول میدیم پوپک رو براش برگردونیم ممنونم پوپک همه ی زندگی من بود قربونو میو میو کردنش بشم میو میو میکرد؟ آره
آره خودشو برام لوس میکرد، موش میگرفت. نامزدتون؟ نامزد؟ من دارم گربه‌مو میگم. آها گفتم شما آدم مدرنی هستید، خودتون رو درگیر روابط بدوی مثل ازدواج نمیکنین. خب گربه مهمه، مثل نامزد نیست که کار با نیچه در بیاد. اجازه بدید از فال نیچه پلاس استفاده کنم. خب استفاده کنیم. باشه. جداگانه هزینه داره؟ همش 500 تومن بیشتره، تازه اینم خرج 5 آرایی گربه های بی سرپرست میشه. ای فردریش پلاس، تو رو به لاخ سیبیلت قسم راهی نشون بده. ایخشن مرتسا کر تورستن فرینگز باستین شوانشتایگر. بخشن فارسی نداشت؟ نه دیگه، نیچه پلاس زبون اصلیه. زیرنویس چسبیدی چی؟ من هیچی نفهمیدم. آها البته اینا که گفتیم میشه شبیه ترکیب تیم ملی آلمان تو جام جهانی 2006 بوده. دیگه شما ببین نیچه کی بوده که اون همه سال قبل ترکیبو میدونسته. خب حالا معنیش چی میشه اینا؟ نیچه میفرماید گربه برخلاف سیبیلاش لوس و زودرنجه. احتمالا یه شب یادت رفته برش لالایی بخونی قهر کرده. یا باید رفته تو عوض کنی یا حیوانه تو. بنظرم یه حیوانی بگی که اگه بی محلی هم دید بهش بر نخوره. یعنی چی؟ یعنی گاو بگیرم؟ نه، سگ. آخه سگم داشتم، اونم ولم کرده. این 500 تومن خرج تحصیل سگای ولگرد میشه. اینطوری کائنات هم خوشحال میشن، منو بهتر راهنمایی میکنن. خب، به من بگین که متولد چه ماهی هستی؟ تیر. کائنات میگن باید برای سگتون قفس بگیری. قفس بگیرم؟ خب میخوام راه بره. خب قلاده بگی. براش قلادن گرفته بودم، نیم کیلو طلا و کلی زمردم خرجش کرده بودم. نیچه میفرماید تغذیهش درست نبوده، باید براش گوشت تازه و گرم بگیری تا نمکگیرت بشه و ولت نکنه. یه لیوان آب میتونم بخورم؟ البته اگه پولی نیست. بله بفرمایید. که رایگان بود؟ نه این پول لیوانشه. این لیوان از نفت شبه جزیره اسکاندیناویه که پلانکتوناش خاصیت ضد میگرن داره. خب پس لیوانش هم میبرم. آقا شما کارتون رو افتاد؟ رفتی پیش پری؟ چی گفت؟ رفتم پیشش، گفت که باید یه سگ بگیرم و هر روز بهش گوشت تازه بدم که نمک گیر بشه و ولم نکنه. بعضی وقتای پیشنهادام به عقل جنم نمیرسه. باشه ممنون. گوشت نمیخواستی؟ گوشت و سر رو از قصابی میگیرم دیگه. قصابی؟ قصابی مال الت فنک به پایینه. میتونم اسم کوچیک سرات کنم؟ نه. خب ما اینجا بیف شاپ داریم، گوشت بهت میدم کیلو 80 یورو. 80 یورو چه خبره مگه گوشت گاو نیست؟ گاو داریم تا گاو. واقعا؟ بله ما هر روز صبح گاوا رو تردمیل میدونیم تا گوششون بدون چربی باشه. بعدش هم با گرامافون سمفونی 33 بتهوون رو براشون پخش میکنیم. همه اینا گفتی درست، ولی دلیل نمیشه الان یورو 30000 تومانه. کیفیت هزینه داره، گاوه ما هلندی هست. صبح به صبح ناشتا بهشون لاله نارنجی میدیم. ارزون ترم بخوای هستا، ولی تا سمفونی 11 بیشتر گوش نکردن، خودپایانی کردن. خودپایانی؟ خودپایانی چیه؟ اینا رو بریم توی اتاق تا به کارهای بعدشون فکر کنن. وقتی به تباهی خودشون پی بردن اونجا تیغ هست، با اختیار خودشون نه با اجبار خودپایانی میکنن. چقدر هنری. خب از همین میبرم. باشه چشم منو بگیر. من پیشنهاد میکنم به جای بچه از حیوانای خونگی استفاده کنیم. حیوانا خیلی موجودای خوبی هستن. نه فحش میدن، نه دروغ میگن، نه قضاوت میکنن، نه گاز. چرا بعضی وقتا گاز میگیرن؟ ولی خب آدما هم گاز میگیرن. یعنی شما 30 سال پیش به ننه بابای سوارز میگفتی به جای بچه حیوان خونگی بزرگ کن، مسخره میکردن. حالا بیا تحویل بگیر، بچه بزرگ کن. یه تنه نصف بازیکنای اروپا رو گاز گرفته. شما هم اگه آلت قتال دستت باشه خطرناک میشی. میخوام بگم اینا طبیعتشونه ولی قابل تغییره. مثلا پشمول خودم همیشه ناخوناش از ته میگیرم، وقتی میخواد پنجه بکشه ناخودآگاه نوازشم میکنه. دندوناشم ارتودنسی کردم دیگه تیز نیست. تو جویدن گوش یکم به مشکل میخوره که اونم براش کابلوگون 90% میگیرم، در عوضش همسترای همسایه‌مون رو تمام نمیکنه. خب دوستان، استاد بینا هم تشریف آوردن و دوستان علاقه‌مند به سینما میتونن با تهیه بلیط تو این جلسه شرکت کنن. استاد الان میرسم خدمتتون. Thank you.
درود به شما عزیزان، به کافشاپ خوش اومدین. امروز در خدمت استاد بینا از منتقدین و تحلیلگران خوب سینما هستیم. امیدوارم که براتون مفید باشه. به افتخار خودتون. قهرمان بحث امروز ماست. همونطوری که از اسمش پیداست، یک قهر داره و یک مان، یعنی نمادی است از قهر و خشم مان. توی زندگی همیشه تقابلی وجود داره بین بدمنها و بتمنها، یعنی اگر بدمنی یا اهرمنی قهرمان ما را بگیرد، قهرمان میگیره. این شد مفهوم قهرمان. اوکی؟ خب سوال نبود؟ سوالی که مطرح میشه اینه که چرا ما در سینمای ایران برخلاف سینمای جهان اولی هالیوود قهرمان نداریم؟ ما چطور از سینمای ایران انتظار داریم از یک جامعه تهی از قهرمانی و رشادت به ما یک قاب قهرمان محور ارائه بده؟ اگر خیانت و دروغ و طلاق شده موضوع اصلی امروز سینمای ایران، اینها تصویر واقعی جامعه پر از پلیدی و پلشتیه که ما داریم توش دست و پا میزنیم. اگر سینمای هالیوود پر از ابرقهرمانه، به خاطر اینه که جامعه واقعی اونها هم همینطوره. آیا ما در جامعه واقعی ایران کسی رو داریم که با وجود داشتن مدرک فیزیک پلاسما و پیشنهاد کار از یک جای پرفکت مثل ناسا همه چیز رو رها بکنه، اسلحه دست بگیره، به جنگ بره و کشته بشه؟ چمرا؟ نه؟ نداریم. آیا ما فوتبالیستی داریم که به خاطر فوتبال منتحالش پاره شده باشه؟ نداریم. آیا ما نوجوانی داریم که برای نجات جان همسایه به دل آتش زده باشه؟ همون سید رسول علیزه؟ آره. نداریم. آیا ما کسی رو داریم که برای نجات جان مسافران یک قطار توی دل سرما لباسش رو در آورده باشه؟ اینو دیگه اصلا ندارم. من خودم لباسمو در آوردم گرفتم. همینه دیگه، نداریم. متاسفانه در ایران ساختار درستی برای پرورش قهرمان وجود نداره. و همین که قهرمان درونش رشد نکنه. فیل کن دیگه. هی خیر کنار گوشم. چند تا از اینا داری؟ دارم زیادم. اونسو ببخشید فرق نکنم. بفهم. نمیخوام. خب داشتیم میگفتیم فیلم مرد عنکبوتی رو باید همه شما دیده باشید. پیتر پارکر نوجوونیه که توسط دوستان خودش هم تحقیر میشه، اما وقتی توسط یک عنکبوت گزیده و گزیده میشه، تبدیل به یک قهرمان میشه. اما در ایران چی؟ در ایران عسکر بارها و بارها توسط مارها گزیده میشه، اما تبدیل به قهرمان نمیشه. سوالی که برای همه ما به وجود میاد اینه که به راستی این مارها از جان عسکر چه میخوان؟ توی سیستمی که توانایی پرورش قهرمان نداره، این ماره هم ول کن نیست. خب یک بار زدی دیدی نشد، دو بار زدی دیدی فایده نداره، ول کن دیگه. اما چرا اونجا نیش عنکبوت باعث میشه قهرمان به وجود بیاد؟ چون نیش عنکبوت بهانه است عزیزانه. اونجا هر چیزی در جای درست خودش قرار گرفته. چرخدنده های این سیستم طوری میچرخند که شما ناگزیر از قهرمان شده. این بود خلاصه ای از مبحث قهرمان در سینما. دوست عزیز صدای منو میشنوی؟ پاشو دیگه. پاشو. دمیدم پاشو دیگه. برنامه تمام شد. خیلی ممنون از شما استاد بینا و مهمونه عزیز. ما در آینده این بحث رو ادامه خواهید داد. خصوصا اگر اجازه می‌فرمایید بعد آلبوم خاطراتم رو مزرعه کنم به عکس شما. اجازه است؟ بله. خب. استاد همیشه دستتون رو بزن. نه خودم می‌زنم. بخندین استاد. بله. سلام علیکم. مشاور موفقیت؟ نه اشتباه گرفتن. اینجا کافی شاته. سلامت بشین. خداحافظ شما. خداحافظ. همین من مانده اینجا دیگه مشاور موفقیت بده. کی بود دیدین؟ هیچ یه گریگه بود مشاور موفقیت می‌خواست. مشاور موفقیت؟ ها. تو چی گفتی؟ گفتم اشتباه گرفتی دیگه. بابا چرا سر خود تصمیم می‌گیری؟ بگی شماره‌شو. بره چی خوب استاد. بگی کارش دارم.
الو سلام، از کافی شاپ باهاتون تماس میگیرم. نه اسم کافی شاپمون کافی شاپه، میخواستم بگم شما خیلی خوش شانسین چون که کاملا اتفاقی و اشتباهی با اینجا تماس گرفتین و الانم دکتر رایان هریسی اینجا هستن. بله، و خوش شانس ترین چون که وقتشون آزاده و اگر تا نیم ساعت دیگه اینجا باشید میتونید یه مشاوره موفقیت داشته باشید. خواهش میکنم، منتظر. هریسی؟ بله بله، دکتر رایان هریسی هستم. تو چه زمینه می‌خواستی موفق بشید؟ کنکور. کنکور. خوب جای اومدین، بهتون تبریک میگم. چی رو تبریک میگی؟ موفقیت تو کنکور رو دیگه. کنکور که هنوز 3 ماه دیگه مونده. من واسه این چی بلد نیستم. همین که تو اومدی اینجا و می‌خوای پکیج موفقیت سه‌سوته تو کنکور رو فقط با 99 میلیون و 999 هزار تومان خریداری کنی، یعنی موفق شدی. بهت تبریک میگم. میتونی بایو اینستاگرام تو ادیت کنی. به همین راحتی. از اینم راحت تر. توی همین سال اول کاری میکنم. من سال سومه که دارم شرکت میکنم. سال سومه که بهتر. چه بهتر. تو پایت قوی شد و خیلی راحت میتونی پزشکی قبول بشی. غیر ممکنه. من اینجام تا غیر ممکنه ها رو ممکن کنم. اصلا رشته من ریاضیه. ریاضیه؟ خب اشکال نداره، ما تو کافه آزمون کار میکنیم که با رشته ریاضی هم پزشکی قبول بشی. نه اصلا من نمیخوام دکتر شم، وگرنه میرفتم تجربی دیگه. اخون میترسم. نون تو خونه ها. یعنی چی؟ یعنی شما برو مطب پزشک، تعداد بیماراش رو ضرب در ویزیتش کن، خودت متوجه میشی. آخه حساب کتاب هم ضعیفه. در حد چهار عمل اصلی هم بلد نیستی؟ عمل که میگم اخون میترسم، عمل نمیکنم. بابا اون عمل رو نمیگم، عمل ضرب و تقسیم. هشت نقطه. حس میکنم از سختا شکم شروع کنم، بذار آسان ترش کنم. پنج پنج تا. دوتا هم بلد نیستی؟ خب بیا کلن پلن رو عوض کنیم. ببین من کاری میکنم رشد نمودار درصدهای تو به صورت شارپی بالا بره و بعد از اعلام نتایج هم یه پکیج انتخاب رشته از آن بخر، سر رشته به توافق میرسه. خیلی سخت نباشه. نه بابا، تو میتونی با خرید این پکیج سه‌سوته تو 3 ماه آخر فقط با روزی 3 ساعت درس خوندن 30% رشد. 3 ماه روزی 3 ساعت؟ خیلیه بابا. راه آسون ترینی؟ من همیشه راه آسون تری دارم. فقط کافیه بسته 3 روز آخر ما رو با 30 میلیون تومان بیشتر خریداری کنیم. نمیشه من 10 تا دیگه بذارم روش؟ فقط شب آخر کتاب رو یه نگاه بندازم. بده من درصدهای پارسال تو یه نگاه بندازم. همه رو که منفی زدی. خب اشکالی نداره، مهم اینه که نگرشت منفی نباشه. افکار منفی از خودت دور کن. درصد منفی زدن عیبی نداره، مشکلی نیست. خب حالا من چیکار کنم؟ شما 20 میلیون تومان دیگه بذار رو مبدأ قبلی. من این پکیج ها رو ازت میگیرم، پکیج طلایی رو بهت میدم. دیگه قبل کنکور هیچ کاری قرار نیست انجام بدی. هیچ کار؟ مطلقاً هیچ کار. سر جلسه هم هیچ کاری نکن. فقط کیک آب میوه‌تو بخور. من قول میدم درصد نسبت پارسال رشد خیلی خوبی داشته باشه. یالم راحت باشه. راحت راحت. فقط قول بده هیچ تستی نزنی و برگر سفید بده. بیا. این دیگه چیه؟ این پکیج طلایی مونه برای اینکه بتونی سر جلسه کنکور استراحت کنی و انرژیت رو سیف کنی. بذار من به عنوان اشانتون یک چشم بند هم بهت هدیه بدم. مرسی دکتر. خواهش میکنم. من آینده و مدیون تو هم. خواهش میکنم عزیزم، من متعلق به تمام جوانان راحت طلب و بلنداندیش این مملکتم. بعضیا بچه میارن با این انگیزه که دم پیری عصای دستشون باشه. خب عصا میخواستین درخت میآوردین دیگه. هزینه خرید و نگهداری سگ گربه کمی زیاد هست، ولی پیشرفت هزینه داره. اگر هزینه خیلی براتون مهمه، رفیقم از خارج با ارز 4200 غذای سگ گربه وارد کرده، با تخفیف بهتون میدم. بله ما اینجا پت شاپ هم داریم، هر چی بخواین هست. خاک گربه کیلو 28000 تومان. نه آقا گرون چیه، نژاد گربتون چیه؟ خب گربه منم جرمنه، البته از یه خانواده اصیل، شجرنامه‌اش مستقیم وصل میشه به خود هیتلر. اه مال شما هم هیتلره؟ پس پسرعموی پشمون خودم دیگه، تخفیف توپ بهت میدم. چرا دارم نژادشون پرسم؟ چون میخوام خاک جرمن بهتون بدم، گربه توش راحت باشه.
بله تأثیر داره. از قدیم گفتن هیچ جا دستشویی خونه خود آدم نمیشه. شما یه لحظه خودت تو توالت بین رایی تصور کن چه حال بدی داره آدم. دلت میاد غربت کارش رو خاک غربت انجام بده؟ واقعا زشته. هنوزم میگه گرونه؟ آقا شما باید 100 برابر همین پول ویزا و پاسپورت بدی، غربت رو از روی دیوار برلین پرت کنی، کارش رو بکنه برگرده. قانع شدی؟ خب همونجا کارتخانه است، بزحمت بکش. بله. نه خیالتون راحت باشه بابت خاکش. من خودم شخصا از جنگل سیاه آلمان آوردم، به درد گلدونتون هم میخوره. مخصوصا بعد استفاده غربت. یا بعضی وقت آقا جغدتون چقدر بد نگاه میکنه. آها مدل چشماش اینه. فکر کردم از حرفام ناراحت شد. پاستیل طرح کرم نمیخواین؟ تازه برامون اومده. فریب چی آقا؟ طرح کرم درست که اینکه ترغیب بشم به خوردن. من خودم وقتی بچه بودم مامانم می‌خواست بهم فرنی بده، میگفت دهنتو باز کن، خاور دایی اکبر داره میاد. خب من چرا باید دهنم واسه خاور دایی اکبر باز کنم؟ مگه گاراژ؟ ولی می‌خواست ترغیبم کنه. چهار تا قطعه تلویزیون سر. خانم دکتر پشمولم خوبه؟ ببخشید سلام، شما خوبین؟ خوبی؟ حالا پشمولم خوبه؟ وای مونیکا این دفعش خیلی طول کشید، دلتنگ شدم. آیدین جان استا یه لحظه اینجا واسه من برم بچه‌مو بیارم. ای چم چه در رفتی اسمش پشمولم. بله خب خوبه دیگه، هر وقت خواستم برم باقی بش میرم خانه امینا، پولم نمیخه بده. بله بگه بله پیرم کردی دوباره داری؟ سلام اخشن مرد قاب قهرمان محور تحویل بده. ما در آینده این بحث رو ادامه خواهیم. این بود خلاصه ای از مبحث قهرمان. داره میمیره. آره داره میمیره.